شکست در مذاکرات با آمریکا باعث افزایش تنش بین دو کشور شده. کیم جونگ اون در حال این حرفا رو زده که خودش میگه به گفتگوی بیشتر با دونالد ترامپ علاقه‌منده. اگه ایالات متحده با رفتاری درست بر سر میز مذاکرات بیاد. اون هم تنها تا آخر سال میلادی. کیم جوان در مجمع عالی مردم کره شمالی و در حال این حرف رو زده که روز قبلش ترامپ گفته بود آغوشش برای سومین دیدار با کیم بازه. همچنین ترامپ در دیدار با رئیس جمهور کره جنوبی مون جای در واشنگتن تاکید کرد تعدادی از تحریم‌های زمینگیر کننده علیه کره شمالی همچنان ادامه پیدا می‌کنه. من فکر می‌کنم که تحریم‌ها در حال حاضر در این سطح منصفانه است. واقعاً باور دارم در آینده اتفاق مهمی رخ میده. ما همیشه می‌تونیم تحریم‌ها رو بیشتر کنیم، اما من در حال حاضر نمی‌خوام این کارو بکنم. از اون طرف کیم میگه استراتژی اعمال فشار با تحریم مثل سعی در خاموش کردن آتش با نفته. چند ماه پیش این دو رهبر نشستی در هانوی پایتخت ویتنام برگزار کردند که ناگهان و بدون توافقی تموم شد. اتفاقی که باعث شد رهبر کره شمالی بگه اگه حتی 100 یا 1000 جلسه هم برگزار بشه، اما ایالات متحده با پیشنهادهای کاملا غیر قابل اجرا بیاد جلو، باز هم نتیجه همون نتیجه قبلیه. مهدی پرستاران، اتاق خبر.